درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید اسرائیل به زودی به اهداف جدید جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد وزیر دفاع و کابینه جنگ طی یک ماه گذشته تأکید کرده بودند که نمیشه عملیات علیه جمهوری اسلامی رو در یک شب پایان داد و حالا که مشخص شده اسرائیل سوراخ دعای حمله به جمهوری اسلامی رو پیدا کرده شاید همین امشب و فرداشب اون اتفاقی که منتظرشیم رخ بده که در همین ارتباط منابع خبری نوشتن که موساد در حال تعیین مناطق جدید در ایران، ترکیه یا لبنانه خبر مهمتر اما اومدن آموس هوخشتاین فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه به اسرائیل که نتانیاهو با او دیدار کرده این هوخشتاین آخرین بار که اومد منطقه و رفت حملات اسرائیل به لبنان شروع شد هوخشتاین الگوی کسانیه که از شنیدن نه ناامید نشدن جالب اینجا است که وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگه در تجاوز اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی خسارتی جزئی به موارد شد که بلافاصله با بهرهگیری از دانش و قدرت علمی خودمون اون رو ترمیم و جایگزین کردیم که البته یادش رفت بگه اصلا هم درد نداشت اونم در دنیای امروز که نمیشه دور گفت ماهواره ها و اینترنت همه چیز رو فاش میکنه اف سی تا تهران اومده و برگشته حدود هزار کیلومتر تو آسمان ایران حضور داشته ولی شناسایی نشده حتی طبق اخبار رسیده خامنه ای چند شبه که خواب راحت هم نداره در همین ارتباط به این تصویر دقت کنید پایگاه شاهرود یکی از مهمترین اهداف انتخاب شده بود این مرکز یکی از کلیدی ترین مراکز مرتبط با تولید موشک های سوخت جامد بود جایی که با حد اکثر توانشون در حال تولید بودن به شکلی که فضای کافی برای انبار محصولات وجود نداشت ببینید که چقدر این ضربه برای جمهوری اسلامی دردآور و نیشدار بوده تمامی چهار گردان s های جمهوری اسلامی نابود شده و از سامانه s 400 تحویلی ماه اخیر هم مرکز کنترل و رادارش به کلی نابود شده رادار 360 درجه قدیر هم آسیب جدی دیده سامانه های s 300 به رادار اس 400 مجهز شده بودند و به طور کلی پدافند برد بلند جمهوری اسلامی نابود شده که در همین ارتباط مقام ارشد امنیتی اسرائیل گفت که این کشور در جریان حمله به اندازه ماها از جمهوری اسلامی اطلاعات جمع کرده یعنی نه تنها اومدن زدن رفتن بلکه کل ایران رو هم اسکن کردن بعد وزیر دفاع خجالت نمیکشه و میگه اینا خسارت جزئی بوده بر اساس اطلاعات منتشر شده پیش از موج اول حمله اسرائیل سیستم های راداری پدافندها در چند نقطه ایران هک شد صفحه نمایش این رادارها فریز شد و امکان رهگیری اهداف مهاجم از رادارهای پیشرفته‌تر در برخی از سامانه های پدافندی سلب شده بود کشوری که پدافند هوایی نداره و پدافند هوایی اون کلا نابود شده به نظرتون چطور میخواد انتقام سخت از اسرائیل بگیره؟ به این تصویر لطفا دقت کنید نام اسی 300 قیمت یک میلیارد دلار کشور سازنده روسیه موفقیت در عملیات صفر تعداد رهگیری موفق صفر و زمان التماس برای تحویل 15 سال CNN در همین رابطه نوشته که جمهوری اسلامی در چند ساعت آینده برای حمله به اسرائیل داره آماده میشه و نوشته به نظر میرسه که هنوز تمام نشده و حریم هوایی ایران عمدتا خالیه زیرا همه منتظر پاسخ جمهوری اسلامی یا موج دیگه از حمله اسرائیل هستند آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی از شاهرود هیچی نگفته حالا این تصویر از شیراز پخش شده. به نظرتون اینا جنگنده هستن یا جنگنده بودن جالب اینجاست سلامی هشدار داده. که اسرائیل پس از حمله به سایت های نظامی جمهوری اسلامی با عواقب تلخ مواجه خواهد شد این دفعه به نظرم بگه صدق الله العلی العظیم به جای ماشالله چرا که تأسیسات هستهی در تیر رسه و شاید همین امشب یک بارش شدید داشته باشیم اسرائیل در عملیات روزهای پاسخ برای محدود کردن تلافی استراتژی حد اکثر ضربات مخفیانه رو در پیش گرفت اما این دفعه شاهد تاب و شکنی نتانیاهو خواهیم بود این موضوع دیگه پوشیدنی نیست یعنی در هم شکستن جمهوری اسلامی نتانیاهو فاش میکنه که ما شنبه به جمهوری اسلامی حمله کردیم و گفت که ما به شدت به سیستم های دفاعی و توان تولید موشکی جمهوری اسلامی آسیب زدیم ما مثل کرانه باختری به ماشین های تراش ساده حمله نکردیم ما به کارخانه های مرگ در مقیاس صنعتی حمله کردیم و واقعا به اونا ضربه زدیم خندهدار میدونید کجاست دوستان که جمهوری اسلامی از پویش قابلمه تا آین جمعی خرمالوچینی برای جبهه مقاومت داره پیش میره از موشک بالستیک و بومهای کنار جادهی رسیدن به خرمال و چینی وبسایت دانشگاه امام صادق اعلام کرده که این دانشگاه در روز دوشنبه هفتم آبان ما اولین آین جمعی خورمال و چینی رو برای کارمندان و دانشجویان با هدف حمایت از جبهه مقاومت برگزار میکنه و درآمد اون رو به حمایت از غزه و لبنان اختصاص خواهد داد. ما شب قبل از عصر قبلش خب نشانه هایی رو دریافت کرده بودیم بر مبنی بر احتمال حمله در اون شب خب این نشانه ها و اخباری رو که داشتیم با مرتبا با دوستانمون در بخش نظامی در اختیار اونها قرار میدادیم و پیام هایی هم در همون شب با اطراف مختلف رد و بدل شد شاید تا حدود دوازده یک من درگیر این پیام ها بودم و درگیر انتقال آخرین اطلاعات و تحلیل هایی که ما داشتیم به بخش نظامی خودمون و خب طبیعی هم از ساعت سویم چار که حملات انجام شد دیگه بیدار بودیم و پیگیری میکردیم و اقداماتی که باید انجام میدادیم پیام که باید ارسال میشد برحال به وظیفه خودمون عمل کرد جمهوری اسلامی الان در شکننده ترین حالت خودشه نتانیاهو از این فرصت بهترین استفاده رو خواهد برد مرحله دوم حمله اصلا دور نیست یک طوفان در راه که دودمان جمهوری اسلامی رو به باد خواهد داد و هیچ قدرتی توان جلوگیری از اون رو نخواهد داشت هر چه تا الان دیدید فقط یک پیش نمایش بوده از حسف رئیسی و هنیه بگیرید تا حسن خرسی و بقیه صبور باشید و البته آماده قیام که وقتی اعلام شد بیاین تو خیابون با پرچمای شیر و خورشیدتون همه دنیا دارن خامنه ای رو لگدمال میکنن این درمانده از توییتر هم رانده شد اکانت ابریش رو در توییتر مسدود کرد ایلان این حساب ابری خامنه ای کمتر از 48 ساعت فعال بود و توسط توییتر به حالت تعلیق در اومد و سابسپند شد ایلان ماسک هم خطاب به خامنه ای گفت خفه جان کلام برای به درک ارسال شدن حسن نصرالله پنج روز اعضای عمومی و برای اسماعیل هنیه سه روز اعلام شد به قول خودشون چهار افسر ارتش در حمله اسرائیل کشته شدند که خیلی بیشتر از این است هیچ خبری به جز سکوتی بزدلانه از خامنه ای و مقامات ارشد نظام نیست چرا واقعا این نظامی ها از خودشون نمیپرسند؟ مگر خون نصرالله و هنیه از سربازان وطن رنگی تره؟ از بچگی واقعا پسر خوب بزرگم که بود واقعا نمونه بود من نمیگم عنوان پدرش همه میدونن فامیل اطرافیان همشهریا جانش هم در راه وطن در راه اسلام در راه قرآن در به خاطر حفظ ناموس داد در... این پدر سجاد منصوری ارتشی کشته شده است به نظرم جمهوری اسلامی از عمد با پدر تریاکی این ارتشی های کشته شده مصاحبه کرد نمیدونم چرا ولی آخه طبیعی نیست با دوتاشون مصاحبه کرده هر دوتا تا این حد معتاد جور در نمیاد این در حالیه که رژیم این بار اونقدر خار شده که تا حالا نشده بود از شدت پنهانکاری و عادی سازیش دیگه کاملا مشخصه به این تصویر خامنه ای که ارتش اسرائیل گذاشته دقت کنید واقعا چرا دیگه کسی به فکر زیر ساخته آقا نیست کوچک نمایی نکنید پاشید برگاشو جمع کنید پاینده ایران جاوید شاه تا عبد و زنده باد رضا شاه دوم بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.